همیهن گرامی، درود بر شما. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی از ایران، هرجنگ داوودی زندانی سیاسی به مدت 10 روزه که در سلول انفرادی بند 1 شکنجهگاه زندان گوهردشت سر می‌برد. هرجنگ داوودی از روز 4 اردیبهشت بدون هیچ دلیلی به بند 1 زندان که سلول انفرادی باشه منتقل میشه و اون هم به دلیل افزایش فشار و ایجاد قرون وسطایی علیه این زندانی سیاسی صورت گرفت. فعالین حقوق بشر انتقال این زندانی رو به سلول انفرادی و نقض حقوقش رو به شدت محکوم میکنه. جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو به احمد زیدآبادی تعلق گرفت و این جایزه به طور غیابی به ایشون اهدا شد. احمد زیدآبادی به یه پیامی به مدیر کل یونسکو جایزه گیلرمو کانو رو به تمام زندانیان سیاسی و عقیدتیش هدیه کرده. به گزارش بی بی سی، آخرین نشست از کنفرانس روز جهانی آزادی سه‌شنبه در باشگاه ملی خبرنگاران در واشنگتن برگزار شد که طی آن جایزه آزادی مطبوعات به آقای احمد زیدآبادی شرف اهل قلم تعلق گرفت. مؤسسه بین‌المللی مطبوعات هم جایزه قلم طلایی رو در سال 2010 به زیدآبادی اهدا کرده. زیدآبادی در دوران تبلیغات 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی مهدی کروبی حمایت میکرد و یک روز پس از انتخابات دستگیر شد. ما دریافت این جایزه رو به آقای احمد زیدآبادی و به تمام فعالین مطبوعاتی و زندانیان سیاسی تبریک. به مناسبت روز معلم، عبدالله مومنی و محمد داوری، دو معلم دربند، پیامی رو مشترکاً فرستادند. به گزارش ادوار نیوز، محمد داوری و عبدالله مومنی در این پیام مشترک نوشتند که قدم نهادن در مسیر آگاهی موهبتی است که به جبر زمانه در تقدیرمان جا گرفته است. در روزگار کودکی که گام‌های نخستین در این مسیر نهاده می‌شود، کسی به استقبالمان نمی‌آید که تصور منحصر به فردش یکی از ماندگارترین و به یاد مانده‌ترین خاطرات ماست. معلم پس از پدر و مادر و حتی برتر از آنان، یکی از معماران بنای شخصیت انسان است. نقاشی‌های عاشقانه او بر لوح ذهن‌هایمان نقش می‌بندد و او تبدیل به اسطوره دوران کودکی و جوانی ما می‌شود و این گونه بود که ما به تأسی از او پا در جایش نهادیم، همچون او عاشقی را پیشه کردیم. گمان ما این بوده و هست که در رسالت نظام آموزش، تربیت نسل جدید و سرمایه انسانی جامعه است. رویای ما ساختن نسلی است که روحیه نقادی، پرسشگری، ایثار، مشارکت جویی، مهربانی، نو دوستی، رواداری و حق مداری در وجودش نهادی نمی شود. ما کوشیدیم به فرزندان این دیار زندگی کردن بر اساس آموزه‌های مدنیت و بنیان‌های حقوق شهروندی را بیاموزیم. با وجود آنکه ساختار آموزش کشور چنان زنجیری بر پای ما سنگینی می‌کرد، اما عزم ما و بلندای ارزش و اعتبار جایگاه بلند مرتبه معلم. در پایانم این دو دلیر دربند، این دو معلم بزرگ نوشتن که امیدوارانه به ادامه مسیری می‌اندیشیم که به گاه انجام رسالت خود برای ساختن دانش آموزانی مسئول و منتقد تحقیر نشویم و به یک سیستم آموزشی درست می‌اندیشیم که حاکمان آموزگاران را بازیچه دست خود نخواهند کرد. خواست ما قدم نهادن در کلاس درسی است که آزادگی و آزاداندیشی درس نخست آن باشد و کتابی را تدریس می‌کنیم که امید به آینده را در نسل فردا پدید می‌آورد. چگونه می‌توانیم درس شجاعت را به دانش آموزانمان بدهیم وقتی می‌بینند که پاداش نقاد زندان است؟ چگونه آنها را به مسئولیت پذیری تشویق کنیم وقتی سرانجام مسئولیت پذیری در این کشور را با چشمان خود می‌بینند؟ مگر می‌توانیم از عدالت سخن بگوییم
وقتی خود گرفتار حکم‌های ظالمانه زندان هستیم. ما نمی‌توانیم به دانش آموزان خود بگوییم شهروند خوب باید ساکت، منفعل، بلاقربان، ریاکار و ترسو باشد، چرا که بر این باوریم رفتار مستبدانه و غیر دموکراتیک خود نتیجه ترویج کجی‌هایی از این دست است. با امید آزادی ایرانی سبز و آزاد، عبدالله مومنی و محمد داوری، اردیبهشت ماه سال 90، بند 250 زندان اوی. با آرزوی سعادت ملت ایران و با آرزوی برقراری حاکمیت ملی در ایران، آینده ایران.